فصل تازه‌ای در یک پرونده پر از معما با محکوم شدن شش نفر به حبس ابد در دادگاهی در دبی پرونده خبرساز ربوده شدن عباس یزدان پناهی یزدی وارد مرحله تازه‌ای شده بر اساس آنچه مقامات قضایی در دوبه می گویند آقای یزدی در پارکینگ محل کارش ربوده بوده می شود به او داروی مخدر بیهوشی خورانده یا تزریق می کنند به شارجه برده می شود و سپس با قایقی قاچاقی از راه دریا به نقطه نامعلوم در ایران انتقال داده می شود. روزنامه گلف نیوز چاپ امارات که این خبر را با جزئیات منتشر کرده نام متهمان را به اختصار ذکر کرده. سه مرد ایرانی 32، 52 و 55 و و و و و و و و و ساله حالا در دبی زندانی هستند. گرچه دو نفر از این سه متهم زیر بار هیچ یک از این اتهامات نرفتند اما یک نفر از آنها با نام اختصاری ر الف مسئولیت رانندگی اتومبیلی که آقای یزدی با آن دزدیده شده را به گردن گرفته ر الف ظاهرا ورزشکاری بوده که احتمالا کارش اعمال زور در صورت مقاومت آقای یزدی بوده سه متهم دیگر که قیابی محاکمه شدند احتمالا در ایرانند فرد دیگری که از او به عنوان سین نام برده شده و متهم اصلی در طراحی نقشه بوده مدتی قبل در زندانی در دوبی درگذشته همسر آقای پنا پیشتر همه این افراد را مرتبط با دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران نامیده بود. در مورد عباس یزدان پناه یزدی که در هنگام ناپدید شدن و 44 ساله بوده خبرهای اولیه حاکی از پیدا شدن جنازهش یک ماه پس از روایش در امیر نشین فوجیره بود گرچه این خبر بعدا تکسیب شد در گزارشهای های غیر رسمی گفته شد دولت بریتانیا به خانواده عباس یزدان پناهی یزدی گفته بود که او کشته شده آقای یزدی شهروند بریتانیا بود موضوع استات اویل به بیش از یازده سال پیش باز می گردد. در آن زمان ایالات متحده پرونده ای را در دادگاه مطرح کرد که بر اساس آن این شرکت نروژی متهم شده بود به یک شرکت ایرانی رشوه داده تا با استفاده از نفوذ این شرکت در وزارت نفت ایران قراردادهایی را به دست آورد نام شرکت ایرانی که در این جریان به گرفتن رشوه متهم شده بود هورتون است که عباس یزدان پناهی یزدی مدیر آن بود یکی دیگر از متهمان برش بگیری در این پرونده مهدی هاشمی است فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی آقای هاشمی اتهام رش بگیری و ارتباط با شرکت هورتون را رد کرده عباس یزدان پناه یزدی حدود یک سال و نیم پیش یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده کرسنت به صورت ویدیویی در دادگاه لاه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شد علی همدانی بی بی سی.